به نام خداوند بخشاینده و مهربان با درود و سلام بر شما خوش آمدین به سنترال افغانستان توجهتان را جلب می‌کنم به مهمترین خبرهای امروز 16 آگوست 2024 میلادی برابر با 26 اسد 1403 هجری شمسی در نخست ما سرخط خبرها خشم و گلایه حمید خراسانی از طالبان به خاطر شما از قوم خود گذشته و در برابرشان استاد شدم ولی اکنون مرا خانه به دوش میخوانید پاکستان بار دیگر از طالبان خواست که رهبران تی تی را تسلیم اسلام آباد کند ملا یعقوب ما با سفر به نقاط مرزی ظاهرا خط و نشانی به پاکستان کشید ادامه ای انتقادها از خروج آمریکا از افغانستان عضو از کانگریس آن را مایه شرمساری خواند اما خللزاد میگوید که آمریکا به اهدافش در افغانستان دست یافته است چند خبر دیگر هم تقدیمتان خواهد شد در این سرویس خبری لطفا اگر در یوتیوب ما را بنیده هستین و سابسکرایب نکردین همین لحظه سابسکرایب کنید البته از تهدیدات ایرانی ها و مشخصا در ایالت فارس علیه مهاجر افغانستانی نیز خواهیم گفت و ما خبرها را از اظهارات و گلای عبدالحمید خراسانی آغاز میکنیم عبدالحمید خراسانی در تازه ترین اظهاراتش گفته است که او برای طالبان در برابر قومش استاد شد ولی اکنون با وی مثل قلام بچه برخورد می شود و خانه بدوش گفته می شود او گفته است که اکنون که رهبری در دست یک قوم است دیگر اقوام شده قلام بچه. خراسانی در گذشته به امرالله صالح غلام بچه می گفت اما اکنون این صفت را برای خودش به کار می هرچند که او تاکید می کند زیر بار ظلم طالبان نمی روید. او در واقع به پاسخ اظهارات اخیر زبیح الله مجاهد این مطلب را بیان کرده است مجاهد خراسانی را در تازه ترین گفتگویی که با خبرگزاری تسنیم داشته بود خانه بدوش خوانده و گفته بود که او هیچ نقش در اداره طالبان نداره و اظهاراتش هم نمیتواند بیانگر دیدگاه و موقف طالبان باشد حمید خراسانی همچنان گفته است که مقامات طالبان به شمول زبیه الله مجاهد سخنگوی طالبان قبل از ورود به کابل از او درخواست میکردند که در پنچر اقدام نظامی کند اما اکنون که قدرت را به دست گرفتن او را خانه و دوش میخواند و خود را صاحب خانه در سه سالگی حکومت طالبان کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان و بسیاری از کشورهای دیگر واکنش نشان داده است و اقدامات طالبان و سرکوب زنان و مردم افغانستان توسط این گروه را تقبیه کردند. حکومت آمریکا رسما اعلام کرد که حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد. از سوی هم دولت کانادا و سه وزیری این کشور در یک برنامه مشترکی و در بیانیه مشترک رفتار طالبان با زنان و دختران را وحشتناک توصیف کردند و محکوم کردند. آنان در این بیانیه که به مناسبت سه سالگی حکومت طالبان منتشر شده، گفته است که در این سه سال دو دهه های دموکراسی و حقوق بشر و آموزش در کشور از بین رفته است. در بیانیه مقامهای کانادا آمده است که رفتار طالبان با زنان و دختران چیزی کمتر از وحشتناک نیست. آنان اضافه کردند که نقص فایش حقوق بشری زنان و دختران منجر به محدودیت در آزادی رفت و آمد و پوشش و همچنان دسترسی آنان به آموزش کار خدمات صحی و عدالت شده است مقام های کانادایی گفته است که زنان و دختران افغانستان در خانه ها و جامعه خود زندانی شدند و امید چندانی باینده روشن ندارند آنان همچنان اشاره کردند که تحت حکومت طالبان اقلیت‌های های مذهبی و قومی از جمله هزارها، سیکها، هندوها، ها، و سایر گروه های آسیب پذیر همچنان به خشونت و به راندن روبرو هستند. در بیان سه وزیر کانادا آمده است که تظاهرات مسالمت‌آمیز با بازداشت‌های خودسرانه و وحشیانه مواجه می‌شود. در همین حال فعالان مدنی و زنان معترض به اعتراضاتشان علیه رفتارهای سرکوبگرانه طالبان ادامه داده و از جهان میخواهند که جلوی معامله ننگین با این گروه را بگیرند بانوان معترض و روزان امید افغانستان نیز با نشر های خواستار توقف جنایت طالبان و اقدامات جدی جهان و مردم افغانستان در این زمینه شده است آنان میگن که سرکوب اعتراضات و بازداشت ها و تجاوز جنسی بر زنان زندانی بر بار بستن نظامیان حکومت پیشین و خشونت این گروه علیه مردم افغانستان پذیرفتنی نبوده و جنایت های نابخشودنی و غیر انسانی است. وزارت دفاع طالبان میگوید که محمد یعقوب مجاهد روز جمعه از تازه ایجاد شده در امتداد خط فرضی دیورن در ولسوالی دانگام ولایت کنر بازدید کرده است. آقای مجاهد در حال به نقاط مرزی رفته است که به تازگی شاهد درگیری بین نیروهای مرزی پاکستان و طالبان در ترخم بودیم که البته تلفات نیز در پی داشت و به مدت سه تا چهار روز نیز مرز برای رفت آمد بسته شده بود طالبان مرز افغانستان و پاکستان البته به رسمیت هم نمیشناسه و بیشتر از این به عنوان خط دیورن یا خط فرضی دیورن یاد میکنه وزارت دفاع طالبان در خبرنامه نشر کرده که آقای مجاهد پس از ظهر جمعه 26 اسد از این منطقه بازدید کرده و گفته است که باید پاسگاه های بیشتری در اینجا ساخته شود امکانات بیشتری هم در اختیار نیروهای طالبان در مرز داده شود بسیار از کارشناسان این اقدام طالبان را در واقع خط نشان به پاکستان توصیف میکنند پاکستان و طالبان که با وجود دوستی دیرینه اکنون مدچار مشکلات و اختلافات جدی بر سر تی تی شدند در همین حال ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگه که این کشور رابط سیاسی بسیار خوبی با طالبان دارد اما از این گروه میخواهیم که تحریک طالبان پاکستانی و رهبرانش را به اسلام تسلیم کند خانم زهرا بلوچ که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان است این اظهارات را در آخرین کنفرانس خبریش در اسلام بیان کرده است طالبان تایید کرد که نیروهایش یک تازه داماد را در شهر کابل به قتل رسانده است. وزارت داخل طالبان میگوید که عاملان قتل را بازداشت کرده و به محکمه نظامی معرفی میکند. حمید جلال دانشجوی جوان اهل ننگرهار بود که تازه عروسی کرده بود و به تاریخ 24 می اسد به دست نیروهای طالبان در کابل تیرباران شد. گفته نیست که طالبان پس از روی کار آمدنشان تا به حال ده ها نفر از جوانان و شهروندان کشور را در های باسرسی و یا هم در نقاط مختلف شهر به قتل رساندند. نماینده مجلس نمایندگان امریکا میگوید که سه سال پیش در جریان روند خروج شتابزده حکومت جو بایدن از افغانستان ۱۳ سرباز آمریکایی به طرز بیمعنایی در کابل کشته شدند نظام مکلین افزوده است که شهرمسار سقوط کابل و کشته شدن سربازان آمریکایی نباید فراموش شود در مسابه پایانی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در چهارم سنبله چهارده بر یک حمله انتحاری در میدان هوای کابل 170 غیر نظامی افغانستانی و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند و شمار دیگر نیز زخمی شدند. مدیریت روند خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان و کشته شدن سربازان آمریکایی انتقادهای شدید را علیه اداره جو بایدن برانگیخته است. بقیه نیز به ایک بحث داغ در انتخابات آمریکا مبدل شده است. خلیلزاد نماینده سابق ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان اما میگوید که آمریکا به اهدافش در افغانستان رسیده است. او ایدای طالبان را رد کرد که نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا پس از شکست در جنگ از افغانستان خارج شده است. او گفت که آمریکا در پی یک تصمیم استراتژیک از این کشور خارج شد چون ادامه جنگ به صرفه نبود. خلال باور دارد که آمریکا با مهمترین هدفش که پایش را به افغانستان کشانده بود رسیده است که همان مهار هم تروریسم که منافع آمریکا را ضربه زده است. با این حال شهروندان کشور میگن که طالبان خودشان تروریست هستن و قطعا فعلا چون آلای دست آمریکایی ها هستن منافع آمریکایی اجاب میکنند که از آنها حمایت کنند و خیلی نزاد نیست این گونه به دلیل تعلقات قومی از این گروه تروریستی حمایت نکند با این حال خیلی همواره حمایت از طالبان را رد کرده است پشتار به مهاجران افغانستانی مقیم ایالت فارس ایران بنارهای بزرگی در مناطق مختلف این استان نشر شده و از مهاجرین خواسته شده است که تا چند ماه دیگر فارس را ترک کنند رسانه های ایرانی گزارش داده است که در برخی از مناطق ولایت فارس بنرهایی های نصب شده که از شهروندان افغانستان خواستند که ظرف دو ماه این ولایت را ترک کنند این رسانه ها روز جمعه 26 اسد گزارش دادند که بنرها در مناطق دشتک و ولی اصر و قسمت های دیگر این ولایت نشر شده است بر اساس اطلاعات منتشر شده در این بنرها از مهاجران افغانستانی خواسته شده است که خانههایی که اجاره کردن را تخلیه کرده و به صاحبان خانه تسلیم کنند اگر این کار را نکنند با آنها برخورد صورت خواهد گرفت این در حالی است که ایران نیز در این اواخر اخراج مهاجران افغانستانی را شدت بخشیده و بارها تأکید کردند که تا پایان سال باید مهاجران فاقد مدرک ایران را ترک کنند و خبر اخیرین که مهاجر اهل افغانستان زیر شکنجه پلیس ترکیه جان باخت و گزارش روزنامه اطلاعات روز منابع محلی در نینگرهار گفته است که یکی از باشندگان این ولایت به اسم رومل پس از شکنجه از سوی پلیس ترکیه در مرز آن کشور با ایران جان است و پیکرش به تازگی یعنی 25 از از ایران به نگرهار منتقل شده و جنازش دفن خاک شده است. از توجه به با همراهیتان باسم چال افغانستان جهان سپاس و درود دیگر بدرود.